رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد. با سلام خدمت هموطنان بزرگوارم، خوشحالم که در خدمتتون هستم و این امکان رو میهن تیوی فراهم میکنه که ما در حد لیاقتمون ادای دین بکنیم در این روزهای سیاه به ملت بزرگ ایران ادای دین کنیم. ایها الناس، این هایی که صبح تا شب مشغول تئوری بافتن هستید و مشغول هدایت دیگران به راه راست هستید، امروز خبر رسید که خانواده های کارگران اطلاع دادن و توی اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران هم نوشته است از 17 نفر در بند 7 و 18 زندان اوین آزمایش کردند، آزمایش کرونا کردند، 12 نفر مبتلا بودند. از میان اینها نمایندگان پر افتخار معلمین و کارگران و دستمزد بگیران و روشنفکران ایران هستند. اسماعیل عبدی، جعفر عظیمزاده، همکار بزرگوارم امیر سالار داوودی، مجید آذرپی، فریدون احمدی، سعید شریعتی، از 17 نفر آزمایش کردند، 12 نفرشون مبتلا هستند. هنوز معلوم نیستش که در اوین چه میگذره. به هر حال اینها رو رژیم ادعا میکنه که به بیمارستان برده. تو چنین شرایط سیاهی مسعود رجوی با استفاده از امکانات عظیم رسانه‌ایش به میهن یاران مثل اسماعیل وفا یغمایی، شاعر بزرگوار ما، و آقای مصداقی، نویسنده و فعال حقوق بشر شناخته شده ما، با سوء استفاده از یک بخش کوتاهی از صحبت‌های آقای هادی خورسندی، هنرمند بزرگ میهنمون، آمده که برای خودش متحد پیدا کنه که حرفایی که در شأن خودش از دهن خورسندی نشون بده. و به محض این که آقای خورسندی از طریق آقای مصداقی متوجه این کار شدن، تکذیب کردن و اونها ترسیدند و برداشتن. توهین ها و جسارت هایی که در شأن خودشه، اون چیزهایی که گفته دیگران باید بخورند، مال خود رجوی که باید بخوره. این که خودشو پشت صحنه قایم کنه، پشت خورسندی هنرمند سرشناس قایم بکنه، با ارتش سایبری سعی بکنه که به دیگران این همه جسارت توهین بکنه، هیچ فایده‌ای براش نداره، هیچ راهی براش باز نمی‌کنه. به هر حال من امیدوارم که هموطنان ما ابراز نفرت بکنند از این حرکات زشت، کثیف، از این جهلیات، جهل. من سپاسگزار میشم اگر آقای خورسندی در انگلیس به دادگاه مراجعه کنند. ما هموطنان بایستی کمک بکنیم که مخارج این دادگاه رو بدیم تا این جعلیات رو این جرأت نکنه، این و دستگاه جرأت نکنن که پخش بکنن. من توی در هفته گذشته در ضمن صحبتهایی که کردم به طور طبیعی نسبت به دوتا خانوم ابراز ادب و احترام کردم و این کلی برای ما عرض کنم حضورتون ایجاد
سوال کرده، یعنی دیگران آمدن مورد سوال قرار دادن که آقا شما به چه حسابی از خانم، از اتحاد خانم مسیح علی نژاد و خانم فرح دیبا حمایت کردی؟ من عرض کنم که از هر اتحادی که علیه این رژیم باشه حمایت میکنم، و البته اینا، این دوتا هنوز کارهایی رو که کلمه اتحاد درش باید گنجوده بشه رو من ندیدم، ولی این هیچ ارتباطی به خطوط سیاسی مشترک من و دیگران نداره. ما دشمن واقعیمون مشغول کشتن بهترین فرزندان ماست، مشغول کشتن امیرسالار داوودیه، مشغول از بین بردن نسرین ستوده است، مشغول از بین بردن محمد نجفیه، مشغول از بین بردن جعفر عظیم‌زاده است، مشغول از بین بردن اسماعیل عبدیه. اگر این خانوم ها هم افشا کنن جنایات این رژیم رو، چرا عرض کنم، به من میگفتن چرا از این خانوم حجاب، همکارت خانوم حجاب که عضو فلان گروه نمیدونم سلطنتیه چیه پادشاهیه، چرا حمایت میکنه مشروطیت؟ اولا من از کسی که مورد ظلم قرار گرفته، اون هم در لباس وکالت، شکایتشو اعلام کردم. اصلا من به خودم اجازه نمیدم بگم که فلان کس، که من اصلا به خودم اجازه نمیدم که بگم موسوی و کروبی چی کار کردن، یا چون من ببخشید من نمیخوام اینا رو با هم مقایسه بکنم، اما وقتی که موسوی و کروبی رو 11 سال تو زندان گذاشته ولی فقیه، باید دخالت بکنیم. ما بایستی بگیم که آقا خود خامنه ای هم 11 سال بدون محاکمه، عرض کنم حضورتون، در بازداشت باشه، بایستی اونایی که حقوق بشر بلدن بایستی دفاع بکنن. این حرفا بعد از این همه بدبختی هایی که ما کشیدیم و تحمل کردیم دیگه قابل گفتن نیست. گفتن چرا از نمیدونم آقای رئیس تندر دفاع نکردی؟ نمیدونم من دفاع کردم یا نکردم، از این آقا هم دفاع میکنم. میگن این چه وابسته به رژیمه، باش وابسته به رژیمم، نبایستی بدون وکیل محاکمه بشه، نبایستی شکنجه بشه، بیارنش تو تلویزیون شکنجه بکنن. بنابراین من همینجا به آقای رجبی میخوام توصیه کنم، من خبر دارم، به هر حال عرض کنم که در بین هزارها نفری که ما سالها باشون در مبارزه مشترک بودیم، چند نفری پیدا میشن که اخبار دستگاه آقای رجبی رو به ما بدن، و ما هم با رعایت امنیت هموطنانمون میتونم بهش بگم که ببین، من همین الان میتونم بهتون بگم که وقتی دچار گرفتاری میشین برای تهیه یک مطلبی در مورد زندانیان خودتون، بلا فاصله میرید تو اتاق کتابخونه شورا، طبقه دوم کتاب ها دست راست، کتاب های مصداقی رو در میارید و از روش رو نویسی میکنید. حالا اخیرا یاد گرفتید که این جملاتش ذکر نمی کنید، جملاتش عوض میکنید، افعالش عوض میکنید. من آدرسش هم به شما میدم، همین الان هم صدای منو میشنوید میتونید بگید برن اونجا نگاه کنن که من آدرس غلط ندم. ببینید، من به دلایلی این هفته ناچار بودم که راجع به آقای عرشبام سید محمد موسوی خوئینی ها مطالعه بکنم. مثل همه آدمایی که بخواد یه کاری جدی بکنه، بایستی برم به سراغ 4000 صفحه کاری که مصداقی کرده. این دفعه آمدم توی این دوتا کتاب، یعنی این جلد آخرشه، جلد چهارمشه، عرض کنم که نگاه کردم و
دو تا کتاب رو گوشتم رو هم حدود 4000 صفحه مطلب در مورد پرونده در مورد جنایت این رژیم تهیه کرده. کدوم یک از شما، کدوم یک از ما چنین کاری رو کردیم؟ ما شرم نمی کنیم، خجالت نمی کشیم. گوشتم رفتم همینجور سرانگشتی شمردم 2000 نفر از قربانیان و جنایتکاران رو اسامیشون آماده کرده. ما هنوز که هنوزه بدهکاریم به تسروی برای کاری که کرده، شهادت هایی رو که تهیه کرده. حتما این بایستی که ارسکان به وسیله شما به لجن کشیده بشه. شما خودتون به لجن میکشید، ببخشید، به وسیله شما مورد حمله ناجوان مردانه قرار بگیره و از صحنه خارج شو. شما نمیتونید. من رفتم به دلیل همین کاری که داشتم میکردم، رفتم اسناد شما رو دیدم، 27 نفر نگاه کردم سخنرانی رهبرتون. نکنید، درس بگیرید، شرم کنید، خجالت بکشید. بفرمایید. برای اینکه سید محمد موسوی خوئینی ها رو عقل پروندهشو به دست بیارم، که تو همین کتاب لااقل 300 نفر از اینها معرفی شدن با کارهاشون، با ردشون. همین اخیراً که همین جانی رو گرفتن که تو زندانه، اون جانی که کشته شده، پرونده رو این آقا تهیه کرده. اون آقایی که در آلمان بوده، فرار کرده، در موقع فرارش کشته شده، خود میگن انداخته خودشو کشته، و همین یکی که تو زندانهای سوئده، آقا پروندهشو تهیه کرده. شما چیکار کردین در این زمینه؟ مگر اینکه خدمتگزاران واقعی مردم که بدون ادعا دارن کارشونو میکنن رو مورد جسارت توهین قرار دادید، خجالت بکشید. نکنید. شما نمیتونید به این وسیله ترسی رو که همیشه وجود داشت از شما رو تقویت کنید. من امیدوار نیستم، ولی وظیفه دارم که سپاسگزاری بکنم در مقابل اون همه لجن پراکنی و صحنه سازی زشت و کثیفی که اینها کردند، جعلی که از طرف این هنرمند کردند. عذرخواهی چرا نمی کنن؟ چرا از مردم بگن آقا این رفعه اشتباه کردی؟ ممکنه عذرخواهی بکنن؟ نه. من داشتم مطالعه می کردم در مورد اهمیت نامه سید محمد خوئینی ها به خامنه ای، که چجوری و به چه شکلی و به چه استراحتی حقه شدن، دوپاره شدن، فرسایش و تلاشی این هیئت حاکمه رو بتونم برای شما بیان کنم. واقعا سخت بود برام پیدا کردن سند، اگر این زحمت رو این مرد نکشیده بود که من امروز بتونم به شما بگم که سید محمد موسوی خوئینی ها در چند کلمه دانشجوی خط امام بود، اشغال سفارت تحت نظر اون بود و نمایندگی میکرد خامنه ای در اونجا، نماینده همین رهبر بوده در حج، مشاور سیاسی خامنه ای بوده، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک رژیم بوده، روزنامه سلام رو این درست کرده، عضویت شورای بازنگری قانون اساسی از طرف رژیم، از طرف خمینی داشته، دادستان کل کشور این جنایتکاران بوده، دادستان انقلاب بوده، نایب رئیس مجلس شورای ملی بوده، کاندیدای حزب توده هم بوده برای مجلس. من اگر میخواستم اینا رو برم دنبالش و پیدا بکنم، خب لااقل 7-8 ساعت وقتم تلف میشد. این آدم عمرشو گذاشته برای اینکه کمک کنه به مظلومان، کمک کنه به مدافعین حقوق بشر، کمک کنه به مبارزان راه آزادی، و من ازش سپاسگزارم. و ما همه وظیفه داریم،
همه وظیفه داریم وقتی که این قبیل حملات میشه پاسخ بدیم. وقتی یه آدمی نام 2000 جنایتکار رو همراه قربانیان رفته تهیه کرده نوشته دونه بود دونه نوشته، ممکنه که توی مثلا این 2000 تا 5 جام 4 جام 10 جام اشتباه کرده باشه، بعدم بهش گفتن رفته اشتباهش اصلاح کرده. این همه بی انصافی، این همه بی انصافی برای اینکه رادیو داری، تلویزیون داری، برای اینکه عرض کنم ارتش سایبری داری، میتونی فوش پخش بکنی، میتونی تو انجمن ها عرض کنم حضورتون یک مردمی رو علیه دیگران تحریک کنی، شرم کن، خجالت بکش. تو از همون دسته جاهلانی هستی مثل خامنه ای که صفت رهبری رو برای خودش به وسیله رفقاش جلب کرده، مثل روحانی که سند تحصیلیش جلب کرده، مثل قالیباف که سند تحصیلیش جلب کرده، مثل بسیاری از این، مثل همین دکتر جالبه دکتر محمود عباسی هست که معاون وزارت وزیر دادگستری و دستیار ویژه جالبه دستیار ویژه حقوق بشری این رژیمه، معاون دفتر بازرسی ویژه آقای رئیس جمهوره، کارشناس آقای یاشار سلطانی معرفیش میکنه، میگه کارشناس برجسته سرقت و جعل مدارک در چنین شرایطی که آرش نصری زندانی سیاسی رو توسط قاضی مقایسه به 13 سال 6 ماه زندان محکوم میکنه و برجسته ترین آزادگان ما در داخل زندان های این رژیم در معرض مرگ هستن، به جای اینکه انرژی بگذاریم و از حقوق مردم، از حق حیات آزادی خواهان دفاع کنید، گذاشتید که به اینو فحش بدید، جعل کنید گفتار هنرمند بزرگ ما رو جعل کنید که اون هم بیاد تکذیب کنه و بی آبرو بشید. چرا عذرخواهی نمی کنید؟ اشکالی نداره، شما خدا که نیستی، ببخشید آقای رجبی خداه، ولی سازمان مجاهدین هم اعلام نکرده خداه، عذرخواهی بکنید. تنها شماها که اعتقادات مذهبی دارید میدونید که تنها خدا هست که اشتباه نمی کنه. حالا این اصطلاح عربیش هم فراموش کردم که پیامبر اسلام هم گفت من بالاتر از خطا نیستم. چه روزهایی شما این کارها رو انجام میدید؟ باید مردم بدونن. روزهایی که کمیته ملی اعتصاب ها اعلام میکنه که هفت تپه، شرکت های هفت تپه، هپکو، پالایشگاه های قشم، آبادان، خفیره، کنگان، پارس جنوبی، من دارم اینا رو میخونم، فاز 14، 22، 24، گاز پارسیان، پارسیان مهر، لامرد، اینا همه پالایشگاه هم. پالایشگاه ماهشهر، اصفهان، پتروشیمی لامرد، پتروشیمی اصلویه، نیروگاه پارس جنوبی، شرکت آسفالت اتوبوسرانی ارومیه و امروز معلمین، ببخشید دیروز و پریروز معلمین و کادر بهداشتی در جلوی مجلس اعتراض داشتن، به جای اینکه این حرکات بزرگ جامعه رو پشتش حرکت کنید. حیف نیست که نیرو رو صرف این کارهایی میکنید که لجن بیشتری به خودتون میپاشید. تو روزهایی که رژیم آمده اعلام ورشکستگی داره میکنه، عرض کنم که یه عده سلفخر میخواد پیدا بکنه که این روستایان فقیر ما در مازندران می آمدن شالی رو قبل از این که به محصول بشه، قبل از این که پاییز بشه محصول رو بتونن بیارن خشکش کنن بفروشن، ببرن آسیا بفروشن، می آمدن به بازاری ها تو شهرهای مختلف می آمدن، مثلا چون یک خروار برنج می فروختن، البته خطرناک بود، اون حاجی هم که می خرید به نصف قیمت می‌خرید خطرناک هم بود، برای اینکه ممکن بود یه بارونی بیاد، یه سیلی بیاد، یه آفتی بیاد، این جنس کلش از بین بره.
ولی حجاج از این محل خوب زندگی میکردن، حجاج. و این بیچاره ها، من یاد اون شبهای نیمایشیک میفتن که زندگی اینها رو در شبهای که مزارع رو از خوک ها حفاظت میکردن رو نشون میده. اینها در اونجا با پشه ها تا صبح دست به گریبان بودن برای اینکه خوک نیاد و مزرعه رو از بین نبره. ولی خب به هر حال میرسید به حجاج شهر برای اینکه اینا گندم رو از سلفخری میکردن، ببخشید گندم، برنج رو معمولا سلفخری میکردن. حالا آقای روحانی که یکی از این وزراش گفته، ببخشید، رئیس اتاق تجارت تهران آقای خانساری گفته حدود 100 میلیارد دلار از کشور ظرف 4 سالهای گذشته خارج شد. کجا خارج شد رو خامنه‌ای باید جواب بده و روحانی باید جواب بده، در حالی که 100 میلیارد خارج شده. اینا میخوان برای طرح گشایش اقتصادیشون نفت صادراتی پیش فروش کنن. یعنی اینکه الان به مردم بگم بیا مثلا چه میدونم 100 بشکه 200 بشکه 1000 بشکه پولت بگیر بیار بده به ما، ما به تو حواله میدیم، وقتی که بازار پیدا شد که معلوم نیست که پیدا میشه، شما اونو تو اون بازار به قیمت اون روز بفروشید، ما اگر ضرر کردیم بهره های شما رو تضمین میکنیم که بهتون بدیم. یاد پیشوای بزرگ نهضت ملی مصدق میفتم که قرضه ملی میفروخت و مردم توی خیابون ها توی یادم میاد بچه بودم توی این بازار اون موقع ساری، مغازه آقای والاتبار بود اگر اشتباه نکنم در اسم، اونجا مردم ایستاده بودن، یکی دیگه هم بود حالا اسمش فراموش کردم، دو تا طلا فروش داشتیم تو بازار. عرض کنم که من خودم اونجا نزدیک اونجا توی داروخانه مهر در تابستان، در داروخانه مهر که فکر کنم اولین داروخانه مدرن ساریه که پسر عمه من شاد، عرض کنم تو زنده یاد، از اولین فارغ التحصیلای دانشکده داروسازی دانشگاه تهران بودش و اولین داروخانه رو، داروخانه به سبک مدرن رو ایشون در اونجا درست کرد و اسمش بود داروخانه مهر. ما هم تابستونا میرفتیم بچه های فامیل میرفتیم اونجا، عرض کنم که کار میکردیم یعنی پشت دواخونه میشستیم، پماد آکتیول میذاشتیم توی بوتی ها، نمیدونم سولفات دوسول میریختیم توی، میکشیدیم میریختیم توی بوتی ها، پرمنگنات رو درست میکردیم، مرکور کروم رو حاضر میکردیم و اینا که کار میکردیم. تو دابستون یادم میاد بچه بودم که منتظر بودیم پدر بیاد ما رو ببره خونه یا تنها نریم خونه. پدر آمده بود و توی بازار هنوز این دوتا مغازه باز بودن. سوال کردم که بابا چیه؟ گفت مردم دارن طلاشون رو میفروشن. گفتم اینجا که طلا میخرن نمیفروشن. بچه بودم فکر میکردم طلا فروش فقط طلا میفروشه. پدر گفت نه، مردم آمدن و برای قرضه ملی، هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. گفتم شما هم می‌خرید؟ پدرم گفت حالا من کارمندم، حقوق زیادی ندارم، ولی منم خریدم. من فکر می‌کنم که حالا اگر ورثه پدرم دقت کرده باشن توی کاغذاشون احتمالاً اون اوراق قرضه ملی رو پیدا کردن. اگه پیدا کردن قاب بگیرم بزنم بالا سرش. در هر حال عرض کنم که حالا اینا آمدن میخوان به این ترتیب مشکلات اقتصادیشون رو حل بکنن، یعنی اینکه و فکر میکنن در بهترین شکلش فکر میکنن که میتونن 200 میلیون بشکه نفت بفروشن به قیمت 25 دلار قیمت امروزی هست و 190 هزار میلیارد تومان، ببخشید، برای پرداخت کسری بودجه امسال تهیه بکنن. ولی اینجا صحبتی از پرداخت دیون دولت نیست، چون دیون دولت به بخش خصوصی که یکی از مهمترین دلایل بیکاری و ورشکستگی هستش دیون دولته، فقط میخوان حقوقا رو پرداخت بکنن.
میتونیم از همیالا مطمئن باشیم که بایستی یه سال دیگه اگر اینا در قدرت باقی بمونن منتظر باشیم که پرونده دادگاه جدید مفاسد اقتصادی برای رسیدگی به همین قضایا تشکیل بشه. چون اینا امتحان خودشون دادن، آمدن میگن پسر داماد وزیر صنعت که الان در کشور کانادا هستش، داماد آقای نعمتزاده، حالا راجب دختر آقای نعمتزاده که پرونده دیگه هستش، میگن 6 میلیارد اینو خودش میگه، قاضیه میگه دزدیده. دیدم این آقا آمده مصاحبه کرده، تو مصاحبه میگه نه اینجوری نیست، نمیگه چه جوری هست، آدم زیرکیه، میگه اینجوری نیست و یه جورای دیگه ایه، ولی نمیگه چه جوریه. در همین حال میبینیم که در درون هیئت حاکمه که همچی پرونده های علیه همدیگه درست میگن، فتاح حریفه میاد میگه، فتاح که رئیس، عرض کنم که اموال، رئیس اداره اموال خامنه ایه، میاد دعوا رو انداخته با نزدیکترین فامیل های خامنه ای، با پدرزن مشتبه عادل، آقای عرض کنم که دکتر حداد عاقل، عادل فیلسوف معروف رژیم سابق و فیلسوف و پدرزن فعلی عرض کنم که رهبر جمهوری اسلامی، میگه آقا تو سه تا ملک از ما گرفتی، وقتی که ضرب و جمع میکنه آدم باورش نمیشه توی چنین مملکتی که مردم گرسنن به نون شب، میگه آقا تو آمدی چند تا ملک گرفتی، من اینا رو ضرب و جمع کردم، یه حدود مثلا قیمت های این املاکی که این آقا گرفته، قیمت های زمین هاشو چیزی حدود 5,000 میلیارد تومنه. اما به همینجا هم قناعت نکرده، بقیه رو برده توی لجن گفتی که این آقا اینقدر گرفته، احمدی نژاد 1800 متر در نمیدونم کجای فلان گرفته 200 میلیارد تومان قیمتش، خاتمی کجا رو گرفته بود پس داده، روحانی نمیدونم فلان، همه رو دیگه دونه دونه، احمدی نژاد و عرض کنم حضورتون که خاتمی و همه رو برده قشنگ روزیاشون رو نشون داده. خب اینا حالا چرا این کار رو میکنه؟ چرا میاد روحانی و خاتمی و احمدی نژاد و ارتش و سپاه رو میاد میگه شما اراضی فرشته، اراضی الهیات اینجا رو گرفتین، اینا مال آقاست؟ البته میگه مال مردمه، مال مستضعفانه. خب مستضعف یعنی آقا دیگه، آقایی که رویتر 1392 گزارش کرده بود که این آقا 95 میلیارد اون موقع ثروت داشت، این آقا حالا داره این ثروتایی رو که دیگران از جیب آقا برداشتن رو چی میکنه؟ اما چرا این کارو داره میکنه؟ میگن این میخواد رئیس جمهور آینده بشه، داره رقباشو از صحنه خارج میکنه. البته من تصور نمیکنم که بدون اجازه خامنه ای کسی بیاد بگه حداد عادل بیاد برای مدرسه زمین گرفته، مدرسه درست نکرده و عرض کنم حضورتون که ارزشش 8000 متر زمین در یه جای دیگه گرفته، 400 میلیارد دلار قیمتشه، احمدی نژاد در بلنجک زمین گرفته، اون یکی دیگه در کاخ مرمر رو رفته گرفته و تهدید بکنه که میرن به دستگاه قضایی. چرا این کارا رو میکنن؟ برای اینکه با هم رقابت دارن و خوشبختانه این رقابت وجود داره که گاهی مردم میتونن متوجه بشن در درون هیئت حاکمه چه میگذره، چون بیرونش که میبینن، قصرهای اینا رو که میبینن، شکمهای گنده اینا رو که میبینن، بچه‌های دزد و فاسد اینا رو که میبینن، ولی اسناد اینها میاد، الحمدلله اینا هستن، خودشون کلی ارکان کار دادستانی آینده کشور ما رو راحت کردن. توی همین قضایا که نگاه میکنیم میبینیم یه جای دیگه باز یه چیز صدای دیگه ای در میاد، محرم هستش، بعضی از آیات اعظام میگن محرم رو بایستی گرفت، بعضی میگن نمیشه گرفت، من چارتایی رو گفتن باید گرفت و عرض کنم مردم مردن هم مهم نیست، هفته گذشته اسمشون گفتم، حالا این هفته عرض کنم دو تا از آیات اعظام دیگه سر در آوردن، یکی ثانعیه، یکی دیگه هم احتمالا حالا دنجانیه احتمالا، که این دوتا گفتن نه آقا مردم میرن کشته میشن. البته آقای سیستانی هم، شاید من هفته گذشته درست تلفظ نکردم، آقای سیستانی هم گفته بود که با رعایت احتیاط فاصله گذاری اینها، ولی جالب این استش که توی این شرایط
میان اعلام میکنن خانم مینو مهرس عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا اعلام میکنه که پروتکل های بهداشتی در محرم جلوی گسترش کرونا را نمیگیرد. این خانم میگه، دقت کنید اینا رو من غالبا تلاش میکنم که منبع رو هم ذکر بکنم، میگه این خانم مینو مهرس به احتمالا طبیبه، میگه که قدرت سرایت کرونا جهش یافته امروز 10 برابر شده. همین خانم هفته گذشته میگه، میگه که این آماری که میدن درست نیست. یک آقای به اسم محمد رضا محبوب فر عضو ستاد مقابله با کرونا در 16 مرداد میگه آمار مبتلایان و فوتی ها بنا به ملاحظات امنیتی مهندسی میشوند، آمار واقعی 20 برابر است. منافع عده‌ای باعث شده که دولت تحت فشار محدودیت‌ها رو اعمال نکنه. اما این منافع کدومه؟ چرا عرض کنم وحید خراسانی و مکارم شیرازی و جعفر صبحانی و محمد علی علوی میگن هر طور شده باعث روزخونی را بیفته؟ برای اینکه این یه بازار خیلی بزرگیه. ما در فقط در تهران در حدود 7000 تا مداح داریم، 7000 تا. البته صادرات بزرگی از تهران به شهرستان ها این روزا وجود داره، یکیش عرض کنم که مداح فرستادن و قراردادهای مداح و اصلا باور نکردنی این کسافتکاری ها و این دزدی ها تو شهر بابل که متاسفانه عرض کنم حضورتون برای من خیلی دردناکه که در بابل شهر دوستان عزیزم دکتر مهنوش ابراهیمی روشن، دکتر چنگیز قبادی به خاک افتادگان راه آزادی مردم ایران و شهدای پنجگانه خانواده سپهری که تو گل محله بابل تو گورستان گل محله دفن هستن، تو چنین شهری هیئت غریب مدینه در سال گذشته 1 میلیارد تومان به یک مداح داده که بیاد اونجا براشون عرض کنم نوحه خونی بکنه. این پولا از کجا میاد؟ برید از انجمن شهر، انجمن اسلامی شهر بپرسید، اعتبارا تو زندان هستن و اونجا اصلا اونجوری که من خوندم این پرونده هایی که من خوندم اینا اصلا انجمن شهرشون مثل سیکس شاپ بود. خیلی معذرت میخوام ولی خب اینجوری بوده دیگه. چنین آدم هایی در قدرت هستن که چنین پول هایی گیرشون میاد که به این مداح علاوه بر این که 1 میلیارد تومان پول دادن 700 میلیون تومان یه دونه ویلا خریدن دادن به این. این پول ها از کجا میاد؟ این ارتجاع قارتگر دین پیشگانه با 7000 تا نوحه خون از این دست که به این کشور و به این شهر و به اون شهر میفرستن و به جان مردم میندازن، در حالی که کشور دوچار تا جلو توی مصیبت کرونا باقی مونده و عرض کنم که مدعیان قدرت سیاسی که این روزها بایستی مردم رو دعوت کنن، مردم رو بخوان از مردم، مخصوصا رجبی که باید حتما این کارو بکنه، مسلمونه دیگه، خودش میگه من مسلمونم، باید اعلام بکنه که مردم نرید برید تو روزنامه هاشون بخونید نیست این خبرها. آقای رضا پهلوی هم که عرض کنم حضورتون امیدوارم جرأت بکنه و اونایی که میگه طرفداران میلیونی خودشو در ایران خبر بکنه که تحریم کنن و به مردم تبلیغ کنند نروید به این کشتارگاه آخوند ساخته، نرید. ثانئی و محمد صادق روحانی این دوتا آیات اعظام جرأتشون از این دوتا بیشتره. چرا؟ معذرت دارم تا الان من ندیدم اینا راجع به مسئله به این مهمی حرفی زده باشن. حرفم که بزنیم میگن آقا شما اپوزیسیون تضعیف میکنید اینا. خب به هر حال اینا مدعیان قدرت هم وظایفی دارن. ما اتفاقا به عنوان شاید حالا اشتباه هم میکنیم، بعضی میگن آقا چرا گندهشون میکنی،
و هر حال اینا رو مخاطب قرار میدیم که آقا شما تشکیلات دارید، رفیق دارید، رادیو دارید، تلویزیون دارید، فلان، چرا نمیرید؟ به چرا نمیگید؟ این آخوندا میگن ما 100,000 تن آخوندا نمیگن، همین سازمان تبلیغات اسلامی میگه، میگه ما 100,000 هیئت ثبت شده در کشور داریم و شما ها که مدعی مقابله با اینها هستید چرا از امکانات رسانه‌ای خودتون برای کار به این سادگی استفاده این کاری نیست. ما که از شما نمیخوایم که بریم بمب بندازیم، بریم تفنگ دست بگیریم، قیام مسلحانه بکنید، نه، تبلیغات کنید که مردم به این کشتارگاه ها نرن. عرض کنم حضورتون که بعض در درون هیئت حاکمه انقدر به هم ریخته استش که تاج‌زاده اعلام میکنه که نقدی در سال 95 گفته که خامنه‌ای خاتمی پول گرفته از پادشاه عربستان سعودی، اما این رفته شکایت کرده، اما دادگستری جرأت رسیدگی نداره، قرار منطقی صادر کرده، دلیلش هم دستور خامنه‌ایه. در چنین شرایطی که خامنه‌ای میتونه چنین کاری رو بکنه، این آخونده خوئینی‌ها شخص خامنه‌ای رو میبره زیر سوال. گفتم ناچار شدم به آقای مصداقی مراجعه کنم، از مطالعات ایشون بهره‌مند بشم، تشکر میکنم، به خاطر این بود که بتونم امروز به شما بگم که درون هیئت حاکمه توی بالاترین بخشهاش یک چنین مشکلاتی وجود داره و اتفاقا الان وقتی که من باید از همکارام خواهش بکنم، یه عده گفتن آقا تو خیلی به رئیس کانون و وکلای تهران دعوا کردی، دیگران بقیه کانون‌ها رو چرا حرف نمیزنی فلان اینا. خب من راجع به این آقای رئیس کانون دعوا نکردم، گفتم آقا وظایفتون رو میتونید تا جایی که میتونید انجام بدید. این دیدم که آقای رئیس اتحادیه سراسری وکلا 61,000 62,000 وکیل در ایران، این آقا رئیس کلشونه، تبریک ببخشید تسلیت گفته به رئیس کانون وکلای بیروت، بسیار کار خوبی کرده. قبلا کانون وکلای مرکز تسلیت گفته بود به کانون وکلای عربستان، تلگراف کرده بودن. من فکر میکنم که عرض کنم در اونجا چنین نشانی وجود نداشت، چنین نهادی ظاهرا وجود نداشت. حالا هم دیگه مسخره میکنن. حالا من این آقای صبحانی رو مسخره نمیکنم، کار خوبی کردی اینا، ولی این خانم حجاب چی میشه؟ اون فریادهاش شنیدی؟ میدونین که با زینت جلالیان دوتاییشون اعلام کردن که ما ها دوچار کرونا هستیم؟ خانم ستوده چی میشه؟ آقای رئیسه که قصه بیروت رو میخوری خجالت نمی کشی، شرم نمی کنی، همکاران تو با مرگ دست به گریبان، از حق حیاتون جرأت نمی کنی حرف بزنی. جرأت نمی کنید، یک کدوم از شما جرأت نمی کنید بگید این قصاص هایی که انجام میشه همه به دستور خامنه ایه، چون اصلا به موجب قانون قصاص بدون اذن ولی فقیه نمیشه چش در آورد، نمیشه زبون برید، نمیشه دست برید، نمیشه عرض کنم که پا قطع کرد، نمیشه سنگسار کرد. جرأت می کنید مبانی فقهیشو فقط بپرسی، مبانی حقوقیشو بپرسی، بپرسی از داستان، از رئیسی بپرسید که این پسر علی اشرف ریاحی که 6 میلیارد دزدیده کجا برده این پولا رو، چطور برده، در حالی که در دادگاه تحت تعقیب بوده، در جلسه دادگاه شرکت کرده، چطور از کشور خارج شده؟ میتونی سوال کنی که اون قاری قرآن رهبرت که به 15 تا بچه شکایت، اونایی که شکایت کردن 15 تا هستن، ما معمولا در جرم شناسی میگیم جرائمی که کشف میشه نشون دهنده 10-15% جرائم انجام شده هستش، 15 تا اومدن شکایت کردن، اونایی که شکایت نکردن که ما میدونیم غالبشون شکایت نکردن هیچ، این 15 تا که شکایت کردن، میتونی از آقای خامنه ای درخواست کنی که اجازه بده که این آقا به خاطر تجاوز به کودکانی که آمدن در درس قرآن آقا شرکت کردن، میتونی درخواست بکنی اعلام جرم بکنی با اجازه آقا، یک گونه روش بفرستی که اجازه میده؟ شما 600,000 تا وکیل داشته باشین،
وقتی که عرض کنم جرأت ندارید که وظایفتون رو انجام بدید، شماها که خودتون معرفی کننده اینو معرفی میکنید نمیتونید وظایفتون انجام بدید، از دیگران هیچ توقعی نمیشه داشت. شما کاری کردید برای وکلای، برای اشخاصی که در اعتصاب هستند، در همین الان در اعتصاب هستند، یکی دو تا، ده تا، صد تا نیستند، میلیون ها دستمزد بگیر ایرانی که حقوقشون به عقب افتاده، به فقر دچار شدن، به قوانین مربوط به حداقل دستمزد برایشون رعایت نشده، تورم ملاحظه نشده، میتونید سوال بکنید که چرا اینا محکوم به گرسنگی هستن و چطور فرزندان شما میتونن 6 میلیارد بدزدن و شماها بیاید علیه همدیگه اعلام جرم کنید 27 میلیارد گم شده، 40 میلیارد گم شده. من تصور میکنم که چند دقیقه هم از این فرصت استفاده بکنم و به مسائل بین المللی بپردازم. قبل از اینکه به مسائل بین المللی هم بپردازم بگم که در مسائل داخلی بگم این آقای بهزاد نبوی هم جرأت کرده بره با سایت الف مصاحبه میکنه و بگه 60% ثروت کشور در دست خامنه ای بدون نظارت روحانی و قالیباف، یعنی مجلس و قوه مجریه و البته قوه قضاییه، و روزنامه جهان صنعت رو به خاطر اینکه منتشر کرده مصاحبه‌ای در مورد آمار واقعی کرونا همین امروز توقیف شده. و باز هم بگم که فقط 6% درآمدهای نفتی محقق شده، بنابراین رژیم علاوه بر ورشکستگی اخلاقی، علاوه بر ورشکستگی مالی، با مطالبات بخش اعظم دستمزدبگیران ایرانی طرفه و ناگزیر پاسخ بده. و الان هستش که وکلا باید در کنار مردم قرار بگیرن، برای اینکه پایگاه اصلیشون مردم رئیسی نیست. و اما مصیبت دیگری که امراه بقیه مصیبت ها برای رژیم ایجاد شده، مشکلاتی هستش که در بیروت ایجاد شده. به هر حال دولتی که در بیروت بود با تفاهم آقای خامنه ای اونجا حکومت میکرد. اولین آدمی که آمد بگه کی بود کی بود من نبودم شیخ فضل الله بود. اولین حرکت توده‌ای علیه خامنه ای در اونجا شروع شد و ما مردم ایران متحدین خودشون در بین اونها یافتند. الان عرض کنم حضورتون که تازه میفهمیم که 4 سال پیش در آلمان هم حزب الله یک انبار داشتش که آلمانی ها کشف کردن، صداش در نیاوردن، دستگاه اطلاعات آلمان صداش در نیاورد اینا رو. حالا بعد از 44 ماه، اولا 4 سال از این قضیه وایسته، حالا بعد از 44 ماه میفهمیم. و این کارهایی رو که اروپایی ها با مماشات با اینها میکنن، این بدبختی ها رو برای همه مردم به کار میارن، نه تنها برای مردم لبنان. به هر حال الان میبینیم که وزارت خارجه فرانسه بعد از این که آقای رئیس جمهور آقای ماکرون رفتن به اونجا، آمده اطلاعیه داده که مردم از این منطقه فرانسوی‌ها خارج بشن، منطقه خطرناکی. البته با حرفی هم که هنوز متوجه نیستم، من هفته گذاشتم سوال کردم، ببخشید، با حرفی که آقای ماکرون زده که من اول سپتامبر برمیگردم ببینم چی کار کردیم، بایستی منتظر مسائل دیگه ای باشیم. برای اینکه همه ما میدونیم که این کشور 20 سال تحت قیمومت فرانسه بوده. من نمیدونم آیا از نظر حقوقی تعهدات جامعه ملل که مثلا مال 1920-21 هنوز معتبره، چون فرانسوی ها از سال 1922 23 شاید تا سال 43 در اونجا قیم بودن، قیمومت داشتن. و حالا میبینیم که ده ها هزار لبنانی آمدن امضا میکنن که اولا خود رئیس جمهور میگه احتمال داره که حمله خارجی باشه. من در هفته گذشته گفتم تا جایی که سند وجود داره این عرض کنم بی‌لیاقتی مسئولین بوده، ولی الان دیگه آقای رئیس جمهور آمده گفته احتمال یک حمله خارجی هستش.
ولی در این حال میگه تحقیقاتی که از خارج بخواد بشه رو من قبول نمی کنم، تحقیقات رو خود من میخوام، خود ما میخوایم بکنیم. میخوان چجوری میخوان عرض کنم که اعتماد مردمی که تو خیابون ها هستن، امروز رفتن بخش مهمی از دستگاه های دولتی رو گرفتن، امروز دولت اصلا استعفا کرد، شاید الان استعفا کرده باشه، چون تا یه دو سه ساعت پیش اعلام شده که 4 تا از وزرا استعفا کردن و نخست وزیر و هیئت دولت هم امروز استعفا کردن. حالا من نمیدونم حرفامو که تموم بشه اینا استعفا کرده هستن یا نیستن. بنابراین در همین شرایط ده ها هزار لبنانی تومار پر میکنن که فرانسوی ها بیان اداره این کشور به مدت 10 سال در اختیار بگیرن. این مانورها برای من قابل توجیه نیست فعلا، من دلیلی برای توجیه یا تحلیل این مسئله ندارم. ولی در این حال میبینیم که در اسرائیل هم گرفتاری وجود داره، یعنی مردم در این حال که تو لبنان مشغولن، توی اسرائیل هم مردم علیه نتانیاهو رفتن دور خونش و تظاهرات و درخواست استعفاش رو دارم میکنم، یه 3-4 ماه دیگه هم که باید محاکمش بکنم. بنابراین هم در اسرائیل مشکل وجود داره، هم در بیروت وجود داره، هم در تهران وجود داره، هم آقای ترامپ عرض کنم که آمده و مشغول و هزار تا مشکلات درونی داره. من وحشت از این دارم که هم نتانیاهو و هم خامنه ای و هم آقای ترامپ مشغولیات جنگ رو بهترین وسیله برای فرافکنی بکنن و بتونن جای خودشون رو سفت کنن. جنگ علیه منافع صلح و آزادی در منطقه، در ایران و در روابط بین المللیه. من امیدوارم که ما دچار عرض کنم حضورتون این مشکلات نشیم. میدونیم که توی همین چند روزی 3-4 روز بعد از این که این اتفاق در بیروت افتاد، یک زن و مرد لبنانی رو تو خیابون پاسداران کشتن و کشتن تو خیابون پاسداران خیلی کار سختیه. انجام عرض کنم حضورتون عملیات نظامی تو خیابون پاسداران که یک منطقه امنیتی خیلی مهمیه در تهران کار سختیه، غیر از مثلا حرکت دراویش که در مقابل خانه استاد بزرگ آزادی خواه ما دکتر تابنده ایستادند و اون موقع هم تعجب وجود داشت. من فکر میکنم چون تعدادشون زیاد بود تونستن برن به اونجا، ولی خیابون پاسداران کار بسیار بسیار مشکلیه. در این حال مصیبت در عراق، در اسرائیل، در بیروت بسیار شدیدتر از این چیزی هستش. روز اول هفته گذشته من گفتم الان صحبت از بیش از 6000 مجروح و بیش از 2000 کشته هستش و مردم هم تو خیابون ها، مردم معترض در خیابون ها، ماکت های شیخ فضل الله نزدیک بود بگم نوری ولی فرقی نمی کنه، هر دوتاش جزء فضل الله محسوب میشن. عرض کنم که شیخ رئیس حزب الله اونجا رو مشغول، شیخ فضل الله رئیس حزب الله اونجا رو مشغول آتش زدن هستن. جنگ در بین مردم ایران، زحمتکشان، جنگ وقتی میگم مثلا منظورم آتش زدن و نمیدونم عرض کنم که دست به اسلحه بردن و اینا نیست، این بخش آخرین سناریو معمولا چنین خواهد بود متاسفانه. ولی در هر حال مقاومت مردم ایران داره سراسری میشه و چقدر خوبه که ما بتونیم ادای دین بکنیم و صدای مظلومان ایران و زندانیان سیاسی ایران رو، گرسنگان ایران رو به گوش جهانیان برسونیم و در این راه حداقل اختلافات گوناگون خودمون رو فراموش کنیم و مثلا از خانم فرح دیبا و همولایتی خودمون، خودم عرض کنم خانم مسیح علی نژاد، درخواست بکنیم که در مورد تحریم سینه زنی که باعث کشتار مردم میشه صحبت کنن. امکانات رسانه‌ای اونها خیلی خیلی خوبه، خیلی خوبه که به نفع مردم از این استفاده بشه. دعواها سر جای خودش، اختلافات سر جای خودش، ما مردمان متمدنی باید باشیم، بپذیریم که حق داریم هر کدوممون عرض کنم که نظرات خودمون رو
داشته باشیم و از نظرات خودمون دفاع کنیم و این تبدیل به دشمنی نشه. شاید یک بار براتون گفتم، حالا برای حسن ختام هم بگم که در بابل یک انتخاباتی بود، رئیس هیئت نظارت انتخابات پدر یکی از کاندیداها بود، ولی این آرا رو که میخوند یه چیز دیگه میخوند. این پسر که منم میشناختمش برگشت به پدر گفت من اسم رو بنویشته، اسم من رو نوشته. پدر عینک شده و داد به پسرش گفت آقا می عینک که ببین، آقا با عینک من ببین، حالا ما در مورد مسائل دنیا حق داریم مثل همونو هر کدومون از دریچه عرض کنم که عینک خودمون دنیا ببینیم، ولی برای حفظ جان مردم بایستی با هم وحدت عمل داشته باشیم. این وحدت عمل رو برای همه مبارزین، برای میهن یاران و برای آقای بهبهانی که این زحمات رو میکشن هم از ایشون هم سپاسگزاری میکنیم. و من با شعار همیشگی اتحاد مبارزه پیروزی با شما خداحافظی میکنم و پیروز باشید.